به نام خداوند بی‌اندازه مهربان با تقدیم و سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمام شما دوستداران و علاقه‌مندان برنامه رسم زندگی. خداتون خوب و صحتمند باشین و امروزتان را با همان زیبایی‌هاش سپری کرده باشین. تا اینجا هم خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امروز قرار است یک موضوع اقتصادی را تقدیمتان بکنیم. موضوعی که انتخاب کردیم در برنامه امروزی من که برمیگرده بر نقش جوانان در رشد اقتصادی کشور که قرار است صحبتمون را داشته باشیم با مهمان نهایت ارجمندمان آقای عبدالقهار صافی که ایشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند. روی امین موضوع خیلی مهم صحبت‌هایی می داشته باشند. شما حیزان برنامه اگر مشکل دارین یا هم سوال در ذهن دارین و میخواین که بگونی لایف مستقیم تماس همچنان داشته باشین در برنامه خودتان، شماره تماس برنامه در اختیارتان است 020-220-1090 و همچنان میتونین نظریات و دیدگاهتان را، انتقادات و پیشنهادات سازندهتان را از طریق 488-47 و صفحه فیسبوک و برنامه بر ما بفرستین. بس چه خوبه صحبتمون را آغاز بکنیم با مهمان عزیزمان. سلام، خیلی خوش آمدین، وقتتان بخیر. تشکر. سلام بر شما و سلام بر بیننده عزیز تلویزیون شما و اکسراب خدمت امکانات تکنیکی شما. زنده و سلامت باشین آقای صافی. ممنونتان بابت اینکه دعوتمون را پذیرفتین و حضور پیدا کردین در برنامه رسم زندگی. موضوعی که در برنامه امروزیمون گنجانیدیم برمیگرده بر نقش جوانان در رشد اقتصادی کشور. خب حالا میخوایم که در رابطه با این موضوع از دید شما همچنان مقدمه داشته باشیم که خب زمانی که اگر ما شما بحث می داشته باشیم از جوانان، ولی امروز میخوایم که نقش جوانان را در بخش رشد اقتصادی هست شما بیشتر و بیشتر بدانیم. تشکر. بحث‌های متعدد داشتیم در مورد جوانان و در مورد اینکه جوان چی هست و در اجتماع چقدر اهمیت داره. بحث خیلی جالب و بحث بسیار خوب است که ما بدانیم که نقش جوانان در اقتصاد کشور چقدر میتونه رول مهم را داشته باشه. ببینید جوان ما میگیم که نیروی متحرک یک کشور هست که یک کشور به طرف مثبت حرکت میده و سوق میکنه، نه تنها در بخش های اجتماعی و فرهنگی و بالاخره البته در قسمت اقتصادی هم نقش مهم خود را داره. ما میگیم که اگر جوان، نسل جوان ببینین چقدر در سرمایه گذاری های افغانستان سهم داره، ولی متاسفانه باید بگیم که در قسمت از که ما یا حکومت افغانستان یا کسایی که هستند در رأس قدرت چی کردن بر جوان و بحث جدا هست. فقط ما میخوایم که امروز بحث اقتصادیش را بحث بکنیم. جوان افغانستان یا تمام جوان ها در تمام کشورهایی که هستند یا زیست دارن تاثیر مستقیم بالای اقتصادشان داره. سرمایه گذاری هایی را که بالای نسل جوان صورت گرفته دوباره میتونن از طریق تشبثات کوچک و بزرگ از اونها استفاده بکنن تا باشه که در بخاطر رشد اقتصادی کشور بتونن جوانان سهم داشته باشن در اقتصاد کشور. ما میگیم که جوانان را به خاطر از اینکه ما بتونیم اقتصاد درست داشته باشیم و بتونیم یک کشور خودکفا باشیم و یک کشور باشیم که از لحاظ اقتصادی به پای خود استاد باشه، پس چه خوب است که ما بالای نسل جوان سرمایه گذاری بکنیم. زمانی که صحبت از اقتصاد میشه دفعتا ما به فکر می‌بینیم که پول، بحث پول است. جوان افغانستان سرمایه گذاری ما تنها نمیگیم که سرمایه تنها پول هست، سرمایه نیروی بشری انسانی هست که ما میتونیم بالای از اونا سرمایه گذاری بکنیم. بالای یک سرمایه دیگر بندازیم دو برابر میشه. پس امر طبیعی است که ما در بخش اقتصادی خود اگر بتونیم بالای نسل جوان خود سرمایه گذاری بکنیم و نسل جوان خود تشویق و حمایت بکنیم تا در بخش تشبثات بزرگ و کوچک بتونن اینا سهم باشن و در قسمت مالیدهی و در قسمت اخذ جواز تشبثاتشان حکومت با اینا همکار باشن، ما بدون شک میتونیم یک اقتصاد خیلی خوب را داشته باشیم، یک اقتصادی را داشته باشیم که واقعا هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی و روانی یک اقتصاد خیلی قوی را داشته باشیم. به خاطر از این ما میگیم که از لحاظ فیزیکی و روحی روانی، چون نسل جوان نسلی است که تازه به کار آمدن و از لحاظ فیزیکی هم میتونن توانمندیش را از لحاظ فهم و دانش و تحصیل هم میتونن اما تشبثات کوچک و بزرگ خود را به پیش ببرن و به خاطر یک افغانستان مترقی و به خاطر یک افغانستان باثبات که بتونیم ما یک اقتصاد کامل داشته باشیم بتونن از نسل جوان استفاده بکنن و نسل جوان را تشویق و حمایت بکنن. بله، طبقا آقای صفای قسمی که شما اشاره کردین، خب حالا به نظر شما حضور جوانان در بخش رشد اقتصادی کشورمان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا توانستن با همان برنامه هایشان با همان ایده هایشان بیاین و خیلی کمک بکنن به اقتصاد کشورمان تا پیشرفت های چشمگیر و پیشرفت های بی پایان همچنان داشته باشه؟ دقیقاً ما آفرین میگم به همت والای نسل جوان افغانستان، با وجود همه قدر مشکلات و مشقت هایی که در کشور ما هست، ناامنی ها و بالاخره همه ابعاد را شما بهتر میدانید که همه روزه از طریق رسانه ها و یا صفحات اجتماعی ما و شما مشاهده میکنیم که چقدر نسل جوان ما و شما همه روز در خطهای نبرد از جانهای شیرین خود را از دست میدن و بالاخره در این کشور ناامن اینا سهم گرفتن در قسمت اقتصادی. دقیقا جوانای بسیار رشید و جوانهای خیلی با همت را داریم که در قسمت سکتورهای خصوصی کار کردن و کمپانی های را ساختن، شرکت های کوچک و بزرگ را ساختن که بخاطر این از دیدگاه اقتصادی خیلی خیلی اهمیت بسزای خود را داره در قسمت رشد و توسعه اقتصاد یک کشور. ولی متاسفانه کشور ما کشوری است که همه نیروی فیزیکی یا نیروی قوی و متحرک خود را از دست داده میرن و تشویق وجود نداره برای نسل جوان. اگر یک جوان میخواهد که یک تشبث را آغاز بکنه، به خاطر اخذ جواز در یک شعبه میره، شما باور بکنین که پشیمان میشه به خاطر از اینکه ما اینجا میایم تجارت میکنیم، پول خود را سرمایه گذاری میکنیم، با همه خطرات و تهدیدهایی که برای نسل جوان هست همه را قبول میکنن به خاطر از اینکه بتونن یک افغانستان مترقی داشته باشن، اینجا سرمایه گذاری میکنن و به خاطر از اینکه بتونن یک رشد اقتصادی خیلی خوب داشته باشن همه سرمایه خود را در اینجا آوردن و به خاطر یکی سرمایه‌شان در خطر و یکی جانشان در خطر. من میگم آفرین به جوان نسل افغانستان، آفرین به همت و والایشان که واقعا به خاطر ملت، به خاطر وطن خود سعی میکنن که در اینجا سرمایه گذاری بکنن و تشبثات خود اینجا آغاز بکنن. بله دقیقاً. خب همگی ما شما آرزوی این را داریم که در کشوری که حالا زیست داریم و زندگی میکنیم یک کشور مترقی باشد یا هم پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشیم در تمام ابعادی که میتواند یک کشور نیازمندش باشد و امیدوار هستم که همگی ما شما دارای مسئولیت مالی بجونی همچنان باشیم فعلا و همچنان در آینده ها. صحبت هایمون ادامه دارد با مهمان عزیزمون، اما فعلا میان برنامه خیلی کوتاه، دوباره برگشت ما با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام مجدد خدمت تمام شما دوستداران برنامه رسم زندگی، خیلی خوش آمدین. در ادامه برنامه قرار داریم، دیده برای تماس های شما همچنان هستیم از طریق شمار تماس 020-220-1090. پیش از این که تماس بگیرین موقعیت و هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و بازمون را از طریق تلفن های همراهتان بشنوین و صداهای تلفزیونیتان را پخش بکنین. فعلا صحبت هایمون ادامه دارد با آقای صفایی. خب بازم خوش آمدین آقای صفایی، در ادامه برنامه قرار داریم، قسمی که شما همچنان اشاره کردین روی موضوعی که امروز انتخاب کرده بودیم. خب حالا در وضعیت کنونی که همه ما شما زیست داریم و زندگی میکنیم، اگر به هر میزانی که روی ظرفیت سازی از طرف کشورمان یا هم دولتمان توجه صورت بگیره، این چقدر میتواند تاثیرگذار باشد و آیا میتواند اقتصاد یک کشور کمک بکند تا رشد بسزایی داشته باشد یا خیر؟ دقیقاً 100% چون ببینین جوامع پیشرفته اگر ما فکر بکنیم با در تمام ابعاد بالای نسل جوان خود سرمایه گذاری کردن، در قسمت تحصیلش، در قسمت سرمایه گذاری برای فرهنگ سازی، در قسمت حتی در قسمت آداب معاشرت، آداب زیستن در جامعه، بدون شک که در سرمایه گذاری اگر از طرف حکومت یا کسایی که در رأس قدرت هستند بالای نسل جوان صورت بگیره، بخصوص در قسمت تحصیل، یعنی در ساحه اکادمیکشان صورت بگیره، چرا که اگر ما میخوایم که کشوری باشیم که واقعا نسل جوان ما بتونه در فردا روز به خاطر ثبات اقتصادی کشور ما کار بکنه، نیاز هست به خاطر از اینکه اونا باید تحصیل کرده باشند و به خاطر از اینکه ما یک کشور مترقی باشیم اول باید کوشش بکنیم که بالای تحصیلات فوکس داشته باشیم، یعنی دقت بیشتر ما بالای تحصیلات باشه. در قسمت دیگی که من میخوام صحبت داشته باشم که جوان اگر در کشور از فقر و بیکاری فرار میکنه از کشور ما، اونجا حکومت مقصر است نه جوان. به خاطر از ما اکثرا استعداددار فعلا هم در افغانستان داریم که از فاکلته ها فارغ هستند، با کادر فارغ هستند، ولی متاسفانه هر زمانی که روابط بر ضوابط در حکومت ما ختم شد و بحث توانمندی خود نسل جوان شد که بتوانند اما حقیقت‌ها یا کادرهای خود را پیدا بکنن، بعد از اون ما میتونیم یک کشوری باشیم که واقعاً ثبات اقتصادی رو پیدا بکنیم و بتونیم که در قسمت اقتصاد تاثیرات مستقیم نسل جوان را در اونجا ببینیم. بله دقیقاً. خب هیزان برنامه میتونین نظرات دیدگاهتون را با ما شریک بسازین از طریق 48 47 و صفحه فیسبوک برنامه. نظرات دیدگاهتون برای ما قابل قدر است. خب آقای صافی، خب وضعیت نابسامان کشورمان در چند دهه گذشته آیا توانست که بزرگترین مانع صدرای رشد اقتصاد کشورمان قرار بگیرد یا خیر؟ و چگونه میتونیم این همه مشکلات را حل بسازیم با تطبیق کدام نکات که برمیگرده بر موضوعی امنیت همچنان هست؟ دقیقاً. و زمانی که ما بحث از اقتصاد میکنیم میبینین در کل همه ابعاد در یک کشور برمیگرده به امنیت. از اون زمانی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشه، خود به خود ثبات امنیتی هم وجود نمیداشته باشه، مسئولیت جانی وجود نداره. ببینین اکثر متشبسایی که در آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن به دلیل اینکه جانشان و مالشان محفوظ نبود دوباره فرار کردند. هر تشبث کوچک و بزرگی که در افغانستان صورت میگیره بدون شک تاثیر مستقیم خود را بالای اقتصادش داره. نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان تشبثات خیلی کوچک تاثیر مستقیم بالای اقتصاد داره، به خاطر اینکه اونا مالیه میپردازن، اونا فعالیت های اقتصادی میکنن در کشور. ببینین بحث امنیتی را در کل ما میگیم که اگر یک انسان گرسنه بمونه طبیعی است که دست به دوزی، به قتل، به چپاول میزن. حالا اگر یک کسی در کشور ما یا نسل جوان ما که مایوس شده، از درس خوانده، زحمت کشیده، به خاطر از اینکه وظیفه پیدا نمیکنه دست به میزن. حتی ببینین ما و شما بسیار با تاسف باید بگویم، بین که بریم طرف پل سوخته، زیر پل سوخته رو ببینین اکثریت نسل جوان هستند که قربانی اینمی ناامنی ها، قربانی اینمی فقر هستند که بالاخره رفتن به کشورهای بیرونی. کشورهای بیرونی ببینیم برای ما و شما کشورهای دوست خیلی کم داریم. در اطرافیان ما کسایی که هستن نمیخواین نسل اول، هدف یا تارگت کشورهایی که هستن نسل جوان هست، باید نسل جوان از بین بره. نسل جوان ما که به کشورهای خارجی میره دوباره پس میان پودری میشن. حالا همه قدر پودری را که ما و شما یا کسایی که معتاد و مواد مخدر هستند میبینیم، همهش نسل جوان هستن. همیش کسایی هستند که با توانمندی های خیلی زیاد از کشور بیرون رفتن و دوباره که پس آمدن معتاد و مواد مخدر هستند. چرا؟ ضعف کشور ما را نشان میده، ضعف سردمداران کشور را نشان میده که ما جوانای توانمند خود را روان میکنیم به کشورهای خارج. فرار میکنن از کشور ما. به خاطر چی فرار میکنن؟ به خاطر اینکه مسئول باشن، به خاطر اینکه از استعدادش استفاده از همین صورت نگرفته در کشور ما. بخصوص در کشور ما کسایی که هستن ببینن همین معتادین اکثرا ببینن اکثریتش بلدت به زبان انگلیسی، کامپیوتر و همه ابعاد، حتی لیسانس، حقوق، اقتصاد، کسایی هستن که واقعا درس خواندن، زحمت کشیدن، ولی متاسفانه معتاد به مواد مخدر هستن. اینا از کجا شدن؟ اینا همون مشقت ها و دشواری هایی که بالاشون بوده در کشورهای بیرونی و نگذاشتن که نسل افغانستان نسلی باشه که واقعا در آینده بتانن اونا به خاطر رفع نیازمندی های از اینکه دست ما از کشورهای بیگانه جمع بکنیم، اونا سرمایه ملی کشور یعنی نسل جوان اونا را گرفتن، هدف قرار دادن و به انواع و اقسام مختلف یک تعداد جوانای ما در خطای نبرد میرن، شهید میشن. من پیشتر هم اشاره داشتم، یک تعدادش معتاد به مواد مخدر هستن و یک تعدادش که میخوان سرمایه گذاری بکنن و واقعا سرمایه گذاری در کشور افغانستان سرمایه گذاری است که بازار در دست مافیا هست، نمیگذارن یا باید حق بپردازن. ببینین ما و شما پیشتر یک اشاره داشتم، زمانی که یک کسی میخواد یک تشبث خیلی کوچک را آغاز بکنه، از آغاز کارش که مجبور مکلف از پرداخت رشوت تا به ختم کارش و مزاحمت هایی که خلق میشه در کار از او بحث جدا هست. پس تو دلگرم شو یک جوان بتونه در اینجا سرمایه گذاری بکنه، ولی متاسفانه اگر ما بخوایم که کشور را به طرف به ثبات اقتصادی بکشانیم، همین ابعاد باید همیش جمع شوه، بالای فوکس حکومت مستقیم بالای نسل جوان باشه که نسل جوان را بتونه هم در قسمت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در همه ابعاد بتونه اونا یک ذهن جمع و آرام داشته باشن تا بتونن اونا کار بکنن. به خاطر از اینکه ما بتونیم یک کشور با ثبات باشیم. خب حالا چگونه میتونم ما تا کدام برنامه قسم که شما هم اشاره کردین آقای صافی دلا بلای صحبتاتون که باید سرمایه‌گذاری همچنان صورت بگیره، امنیت همچنان باشد تا جوانان دلگرم کار یا هم دلگرم سرمایه‌گذاری شوند، حالا در کشورمان که افغانستان نام دارد. ولی حالا همین فاصله هایی که ایجاد شده میان جوانان و کشورمان، گناه هستند دلگرمی ندارند و نمیخواین سرمایه‌گذاری بکنن، همان تجارت کوچکشان را آغاز بکنن در کشورمان در افغانستان. خب حالا چگونه میتونیم این همه فاصله ها را کنار بمانیم و همان ایده هایمون را تطبیق داشته باشیم؟ ببینین هر مشکل را باید ما از ریشه باید بکنیم، یعنی ریشه یابی باید شود. جوان وقتی که ما میگیم که باید فاصله های جوان ها به خاطر از اینکه بتونن فاصله ها از بین برن، اولین کاری که من میگم اقدامی که لازم است باید انجام شود او است که ما شعارها را باید به عملها تطبیق بکنیم. شعار نتیم کار بکنیم. امی که ما میگیم که نه کسایی که در قصر قدرت هستن و در چوکه‌ها نشستن، ببینید در هر اداره خصوصی و یا دولتی، با خصوص ادارات دولتی را بحث میکنم، جوان توانمند و با استعداد ما که مثلا در یک بست بسیار پایین کار میکنه، در بست بالا کسی هست که واقعا اگر از پیشش اما بیوگرافیش هم ما تعقیب بکنیم، پرسان بکنیم، شاید یک چیزی باشه که حداقل بالاخره از کشورهای بیرونی آمده باشه. تا ما یک امر طبیعی است کسایی که در رأس قدرت هستن و کسایی که فعلا در سهم دارن در حکومت افغانستان، اکثریتشان تابعیت کشورهای خارجی را دارن. فشارهایی که وارد میشن، اینمی فشارها از بین رفتن فساد در ادارات خصوصی و دولتی، با خصوص در قسمت اخذ جوازها، در قسمت سرمایه گذاری نسل جوان، کسایی که سرمایه گذاری میکنن از بین باید بره. و فساد یگانه زمینی از این است که تمام نسل جوان چه خرد و پیر و بزرگ ما اگر باشه، زمینی فساد اتومات در ادارات دولتی ما هست. اگر کسی میگه نیست، همه ملت میفهم آگاه هستن که در زمانی که ما به اداره دولتی مراجعه میکنیم، از دان دروازه که از پیش ما تقاضای پول میشه تا زمانی که کار ما خلاص میشه. از بین رفتن فساد، امنیت، سرمایه گذاری بالای نسل جوان در قسمت تحصیلات عالیشان، که ما بتانیم یگانه شعار نسل جوانی باید باشه که ما تفنگ را به قلم تبدیل بکنیم و از راه قلم بتانیم مظهر خدمت برای نسل جوان، برای ملت افغانستان و برای نسل های بعدی خود بتانیم شویم. ببینید همه شعارهای از رئیس جمهور گرفته تا یک وزیر ما در مقابل کمره، زمانی که اینا قرار میگیرن شعارها و صحبت‌های می داشته باشن که شما احساس میکنین که فردا افغانستان جور میشه. ولی متاسفانه زمانی که ما مقابل میشیم با این مقامات، میخوایم که به خاطر رشد و ترقی کشور کار بکنیم، موانع های خیلی بزرگ را بالای در پیش روی جوان ها قرار میتن که نمیگذارن. واقعا اینجا دست های بسیار زیاد کار میکنه به خاطر مانع ساختن رشد اقتصادی کشور و به خاطر از اینکه ما نسل جوان را از بین ببرن، به خاطر از اینکه نتونن ما به رفاه اقتصادی دست پیدا بکنیم. مشکلات و چالش ها چطور مرفوع میشه؟ زمانی مرفوع میشه که ما واقعا یک زعیم دلسوز، ملت دوست، واقعا اما محبت وطن و عشق وطن در قلبش باشه، بتونن سرمایه گذاری واقعا صادقانه را بالای نسل جوان بکنن. اولین کاری که باید بکنن سرمایه گذاری در قسمت تحصیلات عالی جوان ها باید باشه که ما بتونیم تفنگ را به قلم تبدیل بکنیم. بعد از او باز ما میتونیم در قسمت های اقتصادی خود کار بکنیم. ببینین ما و شما اکثریت جوانای ما که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از نهایت مجبوریت میخوان برند صفوف نیروهای امنیتی کشور ما، باز هیچ پرسان نیست. دقیقا شما ببینین کمری تانه در اختیار قرار بتین و برین به ولایات، در خطهایی که واقعا جوانا میرزمن و به خاطر دفاع از نوامیس ملی افغانستان جنگ میکنن، آیا وزیر دفاع یا وزیر داخله یا رئیس جمهور پرسان کرده که تو چقدر معاش میگیری و چقدر زمان میشه که معاش نگرفتین؟ بحث اقتصادی هست، مستقیم تاثیر میگذاره بالای روحی نسل جوان. چرا اینقدر نسل جوان ما کشته میشه؟ به خاطر چی؟ آیا نسل جوان کدام گناه عظیمی کرده؟ چرا در تمام کشورها اولین فوکس بالای نسل جوان هست؟ اکثر بیشترین کارشان بالای نسل جوان است که باید ما نسل جوان رو قدر رشد بدیم. به خاطر بخصوص بازم تکرار میکنم، تحصیلات عالی، مسئولیت انسان که در بخصوص نه تنها جوانان در افغانستان، خرد و پیر و بزرگ ما در خطر هستیم. مسئولیت جانی نداریم هیچ کدام ما. زمانی که ما از خانه ما برایم به طرف دفتر میریم، تا زمانی که برمیگردیم این احساس نمی کنیم که آیا ما دوباره خانه میرسیم یا نمیرسیم. این خودش یک تاثیر بسیار بد یا منفی بالای جوانا داره که اونا بتونن فرار بکنن از کشور و در کشور خود باقی نمانند. شما زنده و سلامت باشین. ممنونتان از اینکه حضور پیدا کردیم در برنامه امروز ما. خب عزیزان برنامه ای بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد خداوند حفظ و نگهدار همگی ما و شما. همیشه شاد موفق باشید.